bella dulce d'ore, j'ai notre socca fore, j'ai notre site avore, j'ai la tula tila toi. La spinach o la bouchon, si grette portobello, si racchi spacaletto, c'è la tula tila toi. با درود به شما بینندگان عزیز سینما ترانه، به تماشای پنجمین برنامه سینما ترانه می نشینیم و امیدوارم که تا اینجا شما راضی بوده باشید و ازتون خواهش میکنم که نظرهای خودتون رو برای ما ایمیل کنید، بفرستین و ما رو تصحیح بفرمایید که برنامه ما بهتر از این بشود که حتما هم خواهد شد، با اینکه خیلی نظرهای مثبت من از شما شنیدم و ما رو تشویق کردیم به این کار. همطور که در فیسبوک هم من نوشتم یک بار که به هر حال کار تصویر یک کار دست جمعی است، نیاز به همکاری دیگران هست و ترانه نیست که با یک قلم و یک کاغذ بشود نوشت، یا نقاشی نیست که با بوم و رنگ به تنهایی بشود کشید. کار دست جمعی به همکاری دیگران نیاز هست و عدم امکانات احتمالاً به خلاقیت انسان ممکنه لطمه بزنه، اما ما سعی میکنیم که این برنامه ها رو همطور که شما میخواهید و دوست دارید که ما ادامه بدیم همچون گذشته هر دو هفته یک بار. میدونید که اول در تلویزیون شهر گاتنبرگ، تلویزیون دولتی اپنا کانال پخش میشه جمعه شبها ساعت 6:30 بعد از ظهر و بعد همزمان توی سایت من خواهد اومد و روی فیسبوک و روی یوتیوب شما میتونید این برنامه رو هر کجای دنیا که هستید ببینید. با هم به تماشای پنجمین برنامه سینما ترانه مینشینیم. دوستان عزیز، میدونید که ما شاید هم قبلا گفته باشم 3 مای همه ساله یک فستیوال موسیقی ملل داریم. سال گذشته مثلا از افغانستان داشتیم موسیقی، از ترکیه استانبولی و موسیقی کردی داشتیم و فارسی هم تو همیشه هست، اما امسال کمی تغییر کرده این برنامه و ما رقص هندی رقص عربی کلاسیک. همینطور دوست هنرمندم آقای لئوناردو تاج‌آبادی از پاریس تشریف میارن اینجا. میخوام برام کوه از این شکار آهو، توفنگ من کو لیلی جان، توفنگ من کو، آه توفنگ من کو لیلی جان، توفنگ من کو.
یه دوئت هم خواهیم داشت، یار دبستانی رو با اجرای جدید قرار است بخونیم، به اضافه آهنگای شادی که لئوناردو عزیز اجرا خواهد کرد. همینطور داریوش میرزایی از هامبورگ، دوست قدیمی، میاد که با صدای بسیار زیبا و جذاب خودش آهنگای خاطر انگیز برای شما عزیزان خواهد خواند. گرچه مجنونم و صحرای جنون جای منه، لیک دیوانه تر از من دل شیدای منه. داریشان تو اوج کار و فعالیت و اینها بودی، ناگهان انقلاب شد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اوایل انقلاب هم که همه اطلاع دارن، تمام بازاری هنری مسائل دیگه همه آشفته بود. تا یه مقدار فروکش کرد، کارهای هنری شروع شد. من با آقای رام، امالی رام، آشنا شدم. بعد شبانه های اینا دادم بیرون که من تو همه شبانه هستم. Holiday Invest، خانه های قشنگ و رویایی زیر چتر اطمینان Holiday Invest. فولسان، آرامش زندگی و زندگی بهتر با فولسان. واساتنگ کلینیک، پیشگیری بهتر از درمان است. واساتنگ کلینیک. روزالیتا، گلفروشی روزالیتا برای جشن‌های عروسی و تولد و حتی سوگواری شما با بهترین سرویس. جیلاس کلینیک، در خدمت زیبایی خانم‌ها با بهترین سرویس و کمترین قیمت. جیلاس کلینیک. قنادی پارس، شیرینی‌های خوشمزه حاصل بیش از 60 سال تجربه در ایران و سوئد. قنادی پارس، رستوران پردیس در فضای زیبا و خانوادگی با غذاهای خوشمزه ایرانی و سوئدی. مبل روما، مبل‌های شیک و زیبا در این حال ارزان و مناسب. مبل روما. و برنامه های دیگری که در روز 3 مای در آدرسی که در زیر نوشته شده اجرا میشه، امیدوارم که شما عزیزان رو اونجا ببینید. خب خدمتتون عرض کنم، بهانه سینما ترانه این هفته ما دوستان عزیز فیلم رضا موتوری هست. میدونید که هر بار ما میریم سراغ فیلمی که ترانه دار باشه و اصولا سینما ترانه به این جهت هست، اما خب حاشیه هم داره و همطور که در قسمت اول عرض کردم، مصاحبه با هنرمندان، هنرمندانی که به شهر ما میان در خدمتشون هستیم. این بار رضا موتوری هست.
دیگه باید فاتحه داستان نویسی رو خون. تو این چند سال گذشته فقط یکی دو تا قصه خوب داشتم، فقط همین. میگم چقدر هوا خوبه، دوست دارم همیشه همین فصل بمونه. آدم خود به خود عاشق میشه. برای انسان سر ذوق میاد. برای دارم روز زندگی دیوانه ها کار میکنم، میخوام برم تو دنیای اونها و عین اونها بشم. برای تکمیل کردن کتابم این اتود واقعا لازمه. میدونی خیلی دلم میخواد برم قاطیشون که عین اونها بشم. متوجه منظورم میشی؟ او نه. بیا یه خورده بدوین. بدوین 100 متر یا 200 متر؟ اینقدر شوخی نکن. من یه دخترم هست دارم. بابام مثل یه احمق رفتار نکن. تو دختری من نمیدونستم؟ خودت به اون رو نزن. خب چشی؟ یه خود از این ریخت در بیافه که منو بکن. آخه ناسلامتی ما نامزدی. اگه نامزده چه ریختی؟ هر ریختی باشم ریخت تو نیستم. مثلا من چه ریختی هم روشن فکرم بیاغدم تصور چیزای باطلم ندارم. تو حالا این دخترش سر به هوای کافتریایی از من عشق رومانتیک بخوای، من که نیستم. آخه تو چقدر حرف از این تئاتر و نویسندگی و نقاشی میزنی؟ تو همش میخوای به اون چیزایی که خودت بهشون فکر میکنی اهمیت بدی. یه خوردم به چیزای دیگه فکر کن، چیزای قشنگتر. خانم جان، من نمیتونم یا این درخت رو دنبالت کنم و تو چمن دراز بکشم و علف بجوم و عکسای رنگی بگیرم این سیزده به در. من میدونم تو چی میخوای، تو عشق پیتون پلیسی میخوای که من نیستم. تو یک کله فور که بی احساسی. من میخوام به تو یاد بدم که تو زندگی چیزای دیگه هم هست که لازمه یه زندگیه. بیشاره یه فلک زده. تو یه روشن فکر ادایی هستی، یه روشن فکر ادایی که فقط با اسم دیگر اون زندگی میکنه. تو اگه یه خورده حرارت و نشاط جوانی داشته باشی من زیادی عاشقت میشم، اما تو آدم عوضی حس نداری، حرارت نداری. لازم ندارم با اون اینه که آمدی خیال میکنی که هستی. بیشتر حرفای خونه بگم دیگه که باشه خود بدی. تو به تو هم میگن تو یه مرخی، یه مرخ عینکی. جلوی دخترتون رو بگیر، جلوشو بگیر. داره با حرفاش به من تجاوز میکنه، به من توهین داره میکنه. آهنگ آشنا، ترانه آشنا با صدای فرهاد و ساخته اسفندیار خان منفردزاده و فیلم مسعود کیمیایی از فیلم رضا موتوری. با هم به تماشای بخشی از این فیلم میشینیم که شعرش رو شهریار قنبری سروده است. تنها در مسافه با جامعه خودش، با قانون، اما تنها، مثل ساموریایی آلن دلون که اون زمان به آلن دلون میگفتن ضد قهرمان دوست داشتنی و همیشه آخرهای فیلم میمرد. این چیزی بود که تیم بهروز وثوقی، مسعود کیمیایی هم با هم داشتن، البته نعمت حقیقی فیلم بردار و چهار نفری بودند. اسفندیار منفردزاده هم همیشه همراه این تیم بود. بهروز وثوقی هم یک چنین بازی داشت، همیشه در فیلم های مسعود کیمیایی از قیصر تا رضا موتوری و فیلم های دیگرش و بسیار این ترانه با فیلم تلفیق داره و عجین شدی و قصه فیلم نامه و قصه این فیلم در ترانه موج میزنه، در صدای خسته
همین کامیون هالیدی اینوست شرکت معتبری است که در ترکیه و آلانیا کار میکنند، ساختمان های زیبا، خانه های زیبا و رویایی میسازند و البته آقای پیتر و خانم آنام هستند در این شرکت، اما شما میتوانید به خانم سارا تماس بگیرید و با ایشون به زبان شیرین فارسی صحبت کنید و هر آنچه که نمیدانید بدانید و اطلاعات مفید از ایشون کسب کنید. خانم سارا. خانه های قشنگ و رویایی با استانداردهای اروپایی فقط زیر چتر اطمینان هالیدی اینوست. هالیدی اینوست the best. دوستان
کلیپی که این هفته در نظر گرفتیم در واقع سال 2009 من به لس آنجلس رفتم در خدمت دوستان بودیم در تلویزیون های مختلف. پرویز غریب‌افشار عزیز بودیم که پرویز غریب‌افشار دوست عزیز قدیمی ما که همون سالهایی که شو داشت من و ناصر چشم‌آذر و گروهش طوفان، جردن، بردیا، نوریک با هم بودیم و متأسفانه طوفان الان در میان ما نیست. اتفاقا من یک آرم برای پرویز خان درست کردم با همکاری ناصر چشم‌آذر، آرم برای برنامه تلویزیونی شویی که داشت و پشت پرده غریب‌افشار بودیم با بچه‌ها در این حال که با هم کار می‌کردیم، من و ناصر و طوفان، هم برای طوفان هم برای نلی 7-8 تا ترانه ساختیم اون زمان رو یادمه. به هر حال وقتی که سال 2009 در لس آنجلس بودم تو این دو هفته ای که بودم تقریبا بعضی از دوستان رو دیدم، از جمله لقمان عتمی عزیز که زحمت کشید، این ویالونیست بی همتا دوست عزیز قدیمیمون که زحمت کشید از اورنج کانتی اومد یک روز در خدمتش بودیم، ستار عزیز که چند بار دیدمش، اما در اون شب ترانه که بغلم گشان بود اسمش یادم رفته، خب بعضی نتونسته بودن بیان، اما اون دوستان عزیزی که اومدن رو یک به یک در این کلیپ میبینیم. چیزی که برای من جالب بود که دفعه اولی بود که میدیدم و خدمتشون میرسیدم خانم هما سرشار بودند و همسر مهربانشون اون شب اونجا حضور داشتند و دیگر خدمتون عرض کنم همینطور زیبا شیرازی عزیز، زنده یاد طوفان و زنده باد علی نظری که اون شب با من همکاری کردند و همخوانی کردند، ازشون سپاسگزارم. این کلیپ در واقع ادای احترام و سپاسی است از این دوستان عزیز. بابا سالون رو به این خوبی دود همه چیم داره دیگه، با همه با همه سالون رو شوشم. نه سودای خوانندگیست، زمزمه ی ترانه است از دل یک ترانه ساز. حدیث نفس بذارم، چجوری دل به ترانه بسپارم، چجوری از تو و از خونه بگم، از تو و از دل دیوونه بگم. آخه هر ترانه انگیزه میخواد، دلی که از عشق لبریزه میخواد. حالا گرمه دیگه بازار ترانه، اما نیست هنوز خریدار ترانه، اما نیست هنوز خریدار ترانه. ای همه ترانه سازان، همسرایان، نفس گل باشه هاتون گرم و خوش بود.
شاعری هوای عشق و میشناسه، خیلی خوب صدای عشق و میشناسه. میشه گفت شعری ز درد مشترک تو هوایی که دیگه نباشه. شعر رو می سازه باشه همه ی ترانه هم پیشکش مردم. پیش مردم که نمیشه عاشقی گم. همه ترانه سازه هم سرایا نفس گل واژه هاتون گرم و خوشبون خوب یاران. چجوری دل به ترانه بسپارم، چجوری کلام رو آهنگ بذارم، چجوری دل به ترانه بسپارم، چجوری میشه گفت شعری ز درد مشترک، درد مشترک چجوری تو هوایی رو در همه شما عزیزان شب همه هوای عشق رو میشناسه، خیلی خوب صدای عشق رو میشناسه. میشه گفت شعری ز درد مشترک تو هوایی که دیگه نباشه. خب اینم از سینما ترانه این هفته ما، پنجمین سینما ترانه. تا سینما ترانه دیگر و هنگامی دیگر، هنگام خوش.